فورزا هورایزن 5 یا دی کرو موتور فست کدومشون بهتره؟ بزن بریم سراغ ویدیو. درود به همه، خوش اومدید به چنل داون شیفت و من علی هستم. در کنارتون با یک ویدیو دیگه از فورزا هورایزن 5. نه، من همینجوری دارم اینو بازی میکنم. صرفا اومدم امروز توی این ویدیو بعد از بازی که از دی کرو موتور فست داشتم و یه گیم پلی 40 دقیقه براتون گذاشتم، بگم کدوم تا اینجای کار بهتره، کدوم رو باید بگیرین، یا اطلاعات هر کدوم رو بهتون بدم تا بدونید که انتخابتون کدومه. خب شروع میکنیم آقا. اولینو بگم که برنده اصلی کسیه که هر دو بازی رو داره، یعنی چون واقعا هر دوشون ریسینگ های خیلی خوبی هن و اصلا من از کرو انتظار نداشتم که اینقدر خفن بزنه ریسینگشو، ولی نظر منو جلب کرد. قبل اینکه شروع کنیم حتما یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید اگر طرفدار بازی ریسینگ یا کلا ماشین هستین، و از اون طرف یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو توی این کامنت ها به اشتراک بذارید. و بچه‌ها لطفاً اون لایک رو بزنید. بابا تو وی پی ان زدی اومدی تا اینجای کار ویدیو رو ببینی، مثلا میبینم 4 کا ویو خورده ویدیو 100 تا لایک. آقا لایک کنین، بی انصافی خودی. اول از همه میپردازیم به مپ دو بازی. من اول تو ویدیو گیم پلی کرو موتور فست گفتم که مپش خیلی کوچیکه و یه اشتباه میکردم، رفتم تحقیق کردم و مپ فورزا هورایزن رو گذاشتم مپ کرو، رفتم تو سایت ها گشتم فهمیدم که مپ کرو تقریبا اندازه فورزا هورایزنه و شاید هم کمی بزرگتر از مپ هورایزن باشه، ولی جوری که مپ رو به من نشون میداد یه ذره احساس کوچیک بودن به من دست میداد، شاید هم به خاطر اینکه میتونستم توش هواپیما سوار شم احساس میکردم یه ذره مپ کوچیک باشه. حالا خلاصه جدا از این حاشیه ها، مپ کرو موتور فست یه بخش تقریبا صحرایی داره، یه بخش روستایی و یه شهر خیلی خوب، و از اون طرف هم خب قطعا چون جزیره است ما ساحل رو داریم، و یه بخش کوهستانی. دقیقاً میدونم دارین به چی فکر میکنین، خب این که همون مپ فورزاست. آره همون فورزاست تقریبا، و فورزا هم دقیقاً یه مپ کویر صحرا هرچی که هست، یه بخش آتش فشانی و کوهستانی، یه ذره روستا و یه شهر کوچیک و زیبا و تاریخی مکزیکی بهتون تحویل میده. تقریبا این چیزا شبیه به همن، ولی من به شخصه شهر کرو موتور فست رو خیلی بیشتر از شهر فورزا هورایزن 5 دوست داشتم. خیلی وایب باحال و آمریکایی تور میداد. حالا من نمیگم باید آمریکایی باشه، ولی از شهر فورزا هورایزن 5 برای من جذاب‌تر بود. خیلی راستش من یاد شهر فورزا هورایزن 3 که تو استرالیا بود مینداخت. بخش صحرایی فورزا رو من بیشتر دوست داشتم. خب بخش صحرایی کرو رو من وقت نکردم ویدیو بگیرم براتون چون بتا تایمش خیلی کم بود و شهریور بازی عرضه میشه و من الان هیچ گیم پلی نمیتونم از کرو بگیرم تا شهریور. و یه تفاوت دیگه هم هست، کرو پیست داره، فورزا هورایزن 5 هم پیست داره، اما فورزا هورایزن 5 یه در واقع پیست تست کوچولو داره که واقعا در مقابله پیستی که کرو موتور فست بهتون تحویل میده علنا هیچیه. من اصلا نمیخوام بگم کدوم بهتره، من دارم بدیای هر کدوم، یعنی نقاط ضعف هر کدوم و نقاط قوت هر کدوم رو میگم، خودتون برین دنبالش ببینید کدومو دوست دارین. ولی باز میگم برنده اصلی حسیه که هر دو رو داره، چون هر دوشون از یه جهت لذت خاصی بهت میدن. بریم توی بخش گرافیک. اینجا تنها جاییه که ما زیاد نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. من هر دو بازی رو روی کنسول ایکس باکس سیریز ایکس بازی کردم، پس اولا این که اصلا کنسول نسل 8 بازی نکردم و مهمتر از همه روی کنسول یکسان جفتشون رو بازی کردم. میدونم بتا بود، ولی وقتی بازی عرضه میشه قرار نیست گرافیکا خیلی انقلابی باشه، بنابراین با توجه به چیزایی که دیدم، هم فیزیک شاخه ها و برگ ها، فیزیک محیط، خیلی خیلی فورزا هورایزن 5 خیلی راحت کرو موتور فست رو توی گرافیک میذاره توی جیبش. الان ببین پشت 911 منو، من اومدم تو خاک، ماشین خاکی شده، بعد یه ذره رفتم تو آب، ببین آبا اومدن روی خاکا یه جور یه لاین درست کردن، و اگر دقت کنی با هر گازی که من میدم یه ذره دارن انگار آبا خشک میشن، اون خیسی در واقع داره خوش میشه. کودو اصلا اینجوری نبود، انگار یه اسپری رنگ گرفتن و وقتی میری توی خاک یا گل، پخ 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 پخ، یا برف اگه باشه پخ پخ اینجوری میزنن عقب ماشین، و از این جهت فیزیک محیطی یا نمیدونم گرافیک محیطی یا هر چی که بگیم به پای فورزا نبود. و من بارون فورزا هورایزن هم بیشتر دوست داشتم، بیشتر طبیعی بود، بارون کرو بیشتر زمین رو خیس میکرد، توی دوربین اول شخصش هم باحال بود، ولی فورزا گرافیک بهتری داشت. فقط توی یه جا استثنان، وقتی توی کرو اگر ویدیوی گیم پلی همو ببینید، من آخرش میرم توی عرضم و حضورتون که یه نمایشگاه ماشین طور اسمش رو یادم افتاد، یه جا بود شبیه نمایشگاه ماشین بود، میتونستی ماشینا رو سوار شی فقط روشن کنی توشون رو ببینی اینا، باهاشون نمیتونستی بری بیرون.
اونجا وقتی میری کرو گرافیک بازی رو یهو میبره بالا، نمیدونم انگار ری تریسینگ آن میکنه، یهو خیلی گرافیک ماشینا میره بالا. و خب این طبیعیه به خاطر اینکه قرار نیست شما توی مپ گشت رو گذار کنی اونجا، فقط اونجایی و راحت گرافیک رو میبرن بالا، چون میدونن نه FPS میاد پایین نه مشکل پرفورمنسی برای بازی پیش میاد، چون توی مپ نیستین، توی یه محیط بسته این و برای همین اونجا گرافیک رو میبره بالا، یه ذره گولتون میزنه. ولی وقتی که میایین بیرون انگار گرافیک ماشین اومد پایین. اما بذارم الان بزنم دوربین داخل یه چک دیگه بکنم. گرافیک جزئیات توی کرو توی داشبورد ماشین به نظر من دقت به جزئیات بهتر بود نه گرافیک. جزئیات داشبورد ماشینا رو بهتر درست کرده بود کرو، در حالی که گرافیک اتاق ماشینا توی فورزا یا کابین ماشینا هر چیزی که بهش میگین توی فورزا گرافیک شاید یک ذره بالاتر باشه، اما دقت به جزئیات توی کرو بیشتر بود. و چیزی که من خودم دوست داشتم این ربطی به گرافیک نداره، توی فورزا ما بیشتر 180 درجه یعنی انیمیشنش رو در واقع بیشتر 180 درجه نشون نمیده ما فرمون بپیچونیم، در صورتی که توی کرو انیمیشنش قشنگ 900 درجه فرمون میپیچونه. دلیل سازنده های فورزا اینه که چون دارن اغلب با دست بازی میکنن ممکنه سردرگم بشن، که به نظر من اصلا دلیل قانع کننده این نیست. میتونین حداقل در حد یک آپشن بذارین، کسی دوست نداره 900 درجه بذاره، کسی که دوست داره 180 درجه بذاره، ولی خب تو عمل کرد 900 درجه کار میکنه، ولی توی نشون دادن 180 درجه. مورد بعدی راجع به صدای ماشینا، صدای ماشینا توی کدوم بهتره؟ خب اینجا یه ذره بحث میاد. توی فورزا هورایزن 5 ما یه قابلیت داریم به اسم ری تریسینگ صدا که از پورت هورایزن 5 اضافه شد، یعنی اضافه کردن به بازی. و این ری تریسینگ صدا چیه؟ یه مثال میزنم، من الان اینجا رو میبینی دارم میرم، ممکنه دو کوچه دو خیابون پایین تر یکی با موتور V10 V8 داره گاز میده. خب توی واقعیت وقتی یکی پایین یه مازراتی اگه کوچه پایین خونتون گاز بده، شما صداشو انگار یه انعکاسی میشنوی که اوه یکی داره اونور گاز میده. خب ری تریسینگ صدا هم دقیقاً میاد همین کارو میکنه و صدا بسته به ساختمونایی که اطرافتون هست منعکس میکنه، در واقع موج صدا یه جوری برخورد میکنه به دیوار و برمیگرده، چیزی که کرو موتورفست نداره. اما خود صرفاً صدای خود ماشین توی کرو موتورفست بهتر بود، یعنی دقیق تر به واقعیت درستش کرده بودن، اما ری تریسینگ صدا نداشت کرو موتورفست، ولی فورزا هورایزن 5 داشت. نمیگم صدای ماشینای فورزا هورایزن 5 خیلی مصنوعیه، ولی مال کرو موتورفست الحق نگذنیم طبیعی تر بود و نزدیک تر بود و من بیشتر دوست داشتم، فقط خیلی دوست داشتم مثل فورزا ری تریسینگ صدا رو هم داشته باشه. حالا بیا بگو من فنبویم، بیشتر از 150 تا ویدیوی فورزا گذاشتم، عاشق این سری فرانچایز هم هستم، یعنی عاشق فرانچایز فورزا هم، ولی از حق نمیتونیم بگذاریم، دارم هم خوبی ها رو میگم هم بدی ها رو میگم هم چیزی که اون یکی جلوتر. بخش بعدی که میرسیم راجع به هندلینگ و فیزیکه، اینجا بحث سلیقه بچه‌ها میاد وسط راجع به هندلینگ و فیزیک. به فورزا میاد بهت میگه که آقا ببین من شبیه سازم ولی شبیه سازم نیستم. خب یعنی چی؟ من چی میخوام بهتون بگم؟ المان‌های شبیه سازو داره، ماشینتون ممکنه کنترل از دستتون ممکنه کنترل ماشینتون از دستتون خارج بشه. ماشین دف عقب واقعا با ماشین دو دف و دف جلو فرق میکنه و واقعا سر خوردنش عین واقعیت به چشم میاد و رانندگیش به مراتب سخت‌تر میشه. و از اون طرف اگر یه هایپر کاری مثل کونیگزگ وان بردارین و تمام تراکشن کنترل‌ها رو خاموش کنید، واقعا کنترلش تقریبا نشدنیه و خب این چیزیه که المان سیمولیشنه. ولی از اون ور یه ذره فیزیکو براتون راحت‌تر گرفته دیگه، اونقدر هم سخت نکرده مثل بازی‌های پیستی. شما اگه بری استو کورسا بزنید معنای سخت بودن یا F1 رو بدون اسیست ها بازی کنید میفهمید واقعا شبیه ساز و سخت بودن چه، یا آی ریسینگ یا گراند توریسمو، این چیزیه که فورزا توش براتون راحت میکنه. و اینجاست که بهش میرسیم میگه که ببین من سیمولیشنم، ولی سیمولیشنم نیستم. در واقع به این مود فورزا میتونیم بگیم سیمکید، یعنی ترکیبی از آرکید و سیمولیشن. حالا از اون ور برگی چی؟ کرو میاد میگه که نه داداش من کامل آرکیدم ولی هندلینگ مختص خودمه، هندلینگ من نیت فور اسپیدی نیست مثل فورزا، باید با ترمز کردن بپیچی عین واقعیت، ولی خیلی راحت میپیچه ماشین، کنترل ماشین از دستت اونجوری خارج نمیشه، هوا تو دارم، نیترو هم دارم، فورزا هورایزن نیترو نداره، منطقی هم اصلا نداشته باشه با این فیزیک طبیعیش که خیلی سعی کرده طبیعی باشه، واقعا نیترو بزنی مردی. و آره کرو میگه که خلاصه آقا
خیلی هواتو دارم، کنترل ماشین اونجوری خارج نمیشه، آرکیدم، ولی هندلینگ مختص خودمه، نید فور اسپید تور نیست. این که ببینید من تو در و دیوارم همینجوری دارم گاز میدم و تمرکزم روی توضیح دادنه. اما یه جا هست که کرو موتور فست خیلی ضعف داره نسبت به فورزا، اونم بحث جامپه. الان این جامپ اینو نگاه کن، خدایی طبیعیه دیگه. توی کرو اگر شما تو واقعیت یه ماشین داشته باشی که وزنش 1 تن باشه، توی کرو من نمیدونم هم چراها اون ماشین وزن 6 تنه، 6 برابر 9 برابر وزن واقعیشه. یعنی در این حالت که شما با یه ماشین جامپ میزنی، تاخ دری میخواد بچسبه به زمین، اصلا عجایبه. کیکی اومده بود کامنت گذاشته بود اتفاقا اونجوری بهتر و طبیعی تره، چون توی فورزا ماشین الکی پرواز میکنه. نه قربون شکلت برم، ببین شما تو فورزا داری میای با 450 کیلومتر بر ساعت میخوای جامپ بزنی روی سکو، تو واقعیت هم همین کارو انجام بدین، ماشین قشنگ یه چست تیک آف میکنه بعد آرمارو میاد روی زمین. خیلی طبیعیه. کرو شما فرق نداره با 400 تا بپری، با 500 تا بپری، با 60 تا بپری، با 100 تا بپری، همون لحظه میخواد ماشینو سریع بچسبونه به زمین و اینو احساس میکنی ها. اصلا از دوربین معلومه ماشین میره بالا یه دق اینجوری میخوره زمین. ببین باز میگم ویدیو گیم پلی منو ببینین، قشنگ متوجه این صحبتی که دارم میکنم میشین. هندلینگ کرودو دیگه به شدت مصنوعی و زشت بود و تو کرو موتور فست اینو کامل برطرف کردن. هندلینگ همون آرکید کامل، ولی فوق العاده جذابتر، قشنگ بهینه‌تر، شیک و خوب، استاندارده. تو کرو دو استاندارد نبود به نظر من. فقط هم تو کرو ببین، من الان تو فورزا دارم میرم، میبینی قشنگ سیستم تعلیق رو نگاه کن، ببین ماشین داره قشنگ میلرزه. من یه ذره سخت تره توی آفرود تا توی آسفالت، ولی کرو اینجوری نبود. شما یه ماشین آفرود برمی‌داشتی و میرفتی توی خاکی، تقریبا این چالش نداشتی، کافی بود گاز رو نگه داری، خیلی راحت هم باهاش عین آسفالت رو میپیچیدی. ولی تو فورزا شما یه چالشی به همراه داریم. حالا من اینو میذارم رو حساب فول آرکید بودن کرو موتور فست. کاستومایز یا در واقع شما میخوای بال بندازی، سپر جلو عوض کنی، بادی کیت بندازی، رینگ بندازی، به این چیزا میگن شخصی سازی یا کاستومایز. توی اینجور موارد بازی د کرو موتور فست قشنگ فورزا هورایزن رو میذاره تو جیبش. فورزا هورایزن میاد به شما 700 تا 800 تا ماشین میده که از این 700 تا 800 تا هلوش 80 تا یا 100 تا یا شاید هم کمتر شما قشنگ قابلیت شخصی سازی داشته باشی که بتونی اسپویلرهای افتر مارکت بندازی یا مثلا در واقع سپر جلوشون بامپراشون رو عوض کنی با مارکای مختلف، مثلا راکت بانی، ال بی وور یا چه میدونم واریس. ولی بقیه ماشین تقریبا کاری نمیتونی انجام بدی جز اینکه بال آشغال فورزا رو بندازی روشون، چیزی که کرو موتور فست اینو نداره. و شما تقریبا همه ماشیناشو میتونی یه دستی بهش بزنی، مثل نید فور اسپید یه اسپورتی بکنی و داخل یعنی کابین ماشین رو هم تو کرو میتونی کاستومایز کنی، میتونی رنگ صندلی‌ها رو عوض کنی، رنگ و جنس داشبورد ماشین رو عوض کنی. و خب این خیلی جذابه، چیزی که فورزا هم باید داشته باشه، چون فورزا یه ژانر آرکید داره بازی میکنه، تو سیمیولیشن کامل نیست، اون فورزا موتور اسپورته. پس این تو دیگه باید این چیزا رو بذاره که جدیدن داره اضافه میکنه، ولی هنوز کافی نیست و کرو موتور فست واقعا توی کاستومایز فورزا رو خیلی بهتر چیز میکنه. بخش بعدی بخش تیونینگه، تیون کردن تو کدوم بازی پیشرفته تر و بهتره. از این ور ورق بر میگرده، هر چقدر که توی کاستومایز کرو جلو بود، توی تیونینگ و آپگرید ماشینا فورزا واقعا جلوتره. کرو سیستم آپگریدش مثل کرو دوه، مسابقه میبرین بهتون یه جور جایزه میده، اصلا مهم نیست چی میده، شما پارتای جدیدو بندازین ماشین قوی میشه. ولی تو فورزا شما رینگ بندازی تاثیر داره رو وزن ماشینت، روی هندلینگش، یا مثلا بال بندازی هم به همین صورت. از اون ور میتونی سوپر شارژر بندازی یا نه تو این توربو بندازی، اینا هم کرو داره ولی فرق خاصی ندارن، به لولشون فرق داره که مثلا سوپر شارژر لول 4 داری میندازی یا لول 5. از اون طرفم توی فورزا قشنگ میتونی انجین سواپ کنی، اینا رو ما زیاد تو کرو نداریم. باز یه بخشی داریم توی فورزا که بذار توی این بخش تیون کار، که شما قشنگ میتونی به آنتی رول بارها دست بزنی، به ضریب دنده ها دست بزنی، به الاینمنت دست بزنی، اسپرینگز ها، دمپینگ ها، آیرودینامیک ماشین، ترمز، دیفرانسیل، یه چیز شبیه به این رو هم کرو داره، ولی مال فورزا خیلی تکمیل تره. ولی زیاد نمیتونم توی این بخش تیون دستیش، نه آپگرید، آره آپگرید فورزا بهتره.
ولی توی بخش تیون دستی زیاد به کرو نمیتونم ایراد بگیرم، چون هندلینگ فول آرکیده، نمیتونه از این چیزا پس اضافه کنه، پس ایراد نمیگیرم از کرو توی این بخش. بخش بعدی راجع به مسابقه های آفلاین یا چیز. اول بگم شما فورزا هورایزن 5 رو میتونید بدون اینترنت بازی کنید، اگر البته گیم پس نداشته باشینش، ولی توی کرو شما به هر حال باید به سرور یوبی سافت وصل شین. ولی فکر میکنم دیگه تو سال 2023 همه اینترنت داشته باشن که صرفا بخوان به سرور وصل شین. من ایراد نمیتونم روش بزنم، فقط تفاوتش گفتم. اما میشن های آفلاین فورزا بیشتر صرف ریس های مختلف میشه که آفرود، رالی، ریسی که NPC توش باشه و ریسی که نه قانونی طور باشه، انگار که شهروند نباشه، و یه چند تا خط داستانی و استوری لاین و یه سری چالش ها داره که به نظر من این استوری لاین ها واقعا جذاب نیست، واقعا جذاب نیست. و کرو هم اومده دقیقاً، اگر بخوام خیلی روک بگم، یه اسکی رفته و فورسا که دقیقاً دوره یه همچین خطهای داستانی اوورده، اما یه ذره جذاب ترشون کرده، خدایی یه ذره، مثل فورزا همه این ریسا رو داره، ولی این خطهای داستانی اوورده یه ذره جذابیتشون بیشتره. ولی هوش مصنوعی فورزا خیلی بهتر از کرو موتور فست بود، ولی به نظر من باز میگم تو سال 2023 باید ریسینگ و آنلاین پلی بدن مردم بیشتر ریسینگ ها. حالا یه ریسینگ هایی مثل F1 هست که واقعا هوش مصنوعی قویه، ولی توی فورزا به نظر من باید آنلاین پلی بدین. من آنلاینش هم بازی کردم، باحاله. راجع به مود آنلاین هم، ما بتل رویال رو من راجع به ریسینگ، جزء ریسینگ زیاد حساب نمیکنم. درسته که با مسابقه دادن مثلا میبری فلانو، ولی ریسینگ نیست. اما یه مود شبیه به بتل رویال هم کرو داره. اینجوری نیست که بگیم فورزا بتل رویال داره ولی کرو نداره. کرو یه مود داره مثل اگه بازی رک فست رو بازی کرده باشین، یه جور شبیه ماشین ضربتی همدیگه رو بکوبونن، مثلا جون ماشین طرف رو تموم کنن، کلا بپوکونن، هر کی مثلا چیزشه باقی بمونه اول میشه. با این جذابیت که همچین مودی رو داره، اول با این جذابیت که من بازی کردم، یه سری آیتم هایی میذاره که شما مثلا تو یک دقیقه یهو ماشین تبدیل به مانستر تراک میشه، یا مثلا به مدت یک دقیقه یه شیلد محافظتی داری که چیزیت نمیشه که زی بزنه بهت. اون مود به همین اندازه مود بتل رویال جذاب بود، واقعا جذاب بود، و چقدر فشار خوردم که دیر شده بود و من نتونستم ویدیو بگیرم. باز میگم شهریور ویدیوهاشو میگیرم. اینم کرو داره که هیچ دست کمی به نظر من از مود بتل رویال فورزا نداره. ولی فورزا یه بخش دیگه هم داره که پلی گراوند گیمز، همون مود زامبی و فلگ راش. حالا اون دیگه سلیقه‌ایه، یا دوست دارین یا دوست ندارین. مسابقات آنلاین هر دوشون هم که تقریبا دیگه ریس میدین، و اونجا دیگه بحث هندلینگه که شما با کدوم هندلینگ و فیزیک بیشتر حال میکنید. رسیم به لایف سرویس بودن بازی ها، یا پشتیبانی که از بازی ها در واقع میشه، ساپورتی که کمپانی ها بکنن. اول اینو بگم، هم پلیگراند گیمز، هم یوبی سافت، هم که بازی فورزا هورایزن و بازی ترو موتور فست رو خیلی خوب پشتیبانی میکنن. یعنی شما اصلا نگران نباش، چه کرو بگیری چه فورزا، پشتیبانی داری تا موقعی که بازی جدیدشون معرفی شه. فقط با این تفاوت که سیستمشون یه ذره فرق داره. فورزا میاد میگه که آقا یا $100 بده پریمیوم منو بخر و من هیچی دیگه ازت نمیخوام، دوتا DLC مپ جدیدی که دادم رو بهت میدم، کار پس رو هم بهت میدم، VIP پک هم میدم، بقیه چیزا رو بهت میدم، یا اگه این پس اگه بازی منو بازی کنی $50 بده اکانت تو پریمیوم میکنم، دیگه کاری باهات ندارم. کرو میاد میگه نه خوشگله. یه ذره سیستم شبیه فورتنایته، یه جور کار پس که نمیشه گفت، بتل پس انگار، ولی اسمش موتور پسه. موتور پس داره که میگه آقا شما فکر کنم یه سال مهلتشه، شما یه سال موتور پس داری، و یه چیزایی شبیه به ویباک فورتنایت داریم. شما هر موقع این پس رو داری، چالشاشو انجام بدی، مثل فورتنایت که اسکین میگیری، ماشیناشو کاستومایزهاشو میگیری، ولی اگر تموم شد دوباره باید بگیری. حالا دو حالت داریم، اگر شما یه بار خریده باشی اینو و زیاد کار میکنی، اون ویباک هاتو جمع کرده باشی، میتونی پس بعدی رو با ویباکات پرداخت کنی، که یا اینکه نه دوباره میری دلار بدی یه پس تو در واقع موتور پس تو تمدید کنی. چیزی که فورزا اینجوری نیست، و تو فستیوال پلی لیست خیلی چیزای مجانی هم به بچه‌ها میده، اما کرو اینجوری کار نمیکنه. یه ذره سیستم ساپورتش مثل سیستم فورتنایت، یه ذره بیشتر پول میخواد انگار. فورزا میاد یه جا ازت پولو میگیره، کرو تا ابدالعین ادامه میده، مگه اینکه خیلی وقت بذاری ویباکاتو جمع کنی دوباره، یعنی یه بار پرداخت که باید بکنی، بعد اون هی ویباکاتو جمع کنی بعد بدی. اسم واحد پولیش هم ویباک نیست، فقط چون نمیدونم چیه میگم ویباک. اینم از تفاوت این دوتا. چیز اضافه ای هست حتما تو کامنت ها اضافه کنین.
ولی به نظر من هر دو تاش واقعا ریسینگای قوی هن. کلن امسال سال خوبیه برای ریسینگا و کسایی که سوال میکنن هر دوشون ریسینگای واقعا به نظر من فوق‌العاده هن. شما ببینین علاقتون چی میگه و اون رو بگیرین. اگه با هر دو حالتشون حال میکنین، من اینجوری هم همه ریسینگا رو دوست دارم، هم نیت فور اسپید هم کروز. قبول میکنم که رفتم تو نیت فور اسپید باید میتونم با 400 کیلومتر دستی بکشم دیریفت بزنم، ولی میرم تو کروز میگم خب این اینجوری نیست، سیستم کاریش فرق میکنه، هر کدوم یه لذت خاص خودشون داره. برنده اصلی کسی که دوتاشون رو داره، ولی اگر میخواین یکی رو بگیرین این چیزایی که گفتم رو فکر کنید بهش، ببینید با کدوم بیشتر حال میکنین. حتما هم بنویسین با کدوم بیشتر حال میکنین که بدونم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.